به نام خدای یکتایی بی همتا، یاد خداوند متعال و تأثیر آن بر استقامت نفس انسان. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ترجمه: همانا کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد الله آرام میگیرد. آگاه باشید، تنها با یاد الله دلها آرام میگیرد. گواهی میدهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا است. بار الها بر او و بر همه آل و اصحاب او درود و سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، خداوند متعال از بندگان خود می خواهد تا او را زیاد ذکر نمایند و بر انجام این کار برایشان پاداش بزرگ وعده کرده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید، ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، الله را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح بگویید. در آیات دیگری می فرماید: و مردان که الله را بسیار یاد می کنند و زنان که الله را بسیار یاد می کنند، الله برای همه آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده کرده است. همچنین می فرماید: مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام الله برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند. کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند، اینان مؤمنان حقیقی هستند. برای آنان درجات پیاپی عالی نزد پروردگارشان است و همچنین آمرزش و روزی فراوان و نیکو در بهشت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز مسلمانان را تشویق و ترغیب نموده تا خداوند متعال را بسیار یاد کنند، طوری که در حدیث می فرماید: آیا برای شما بهترین عملی را معرفی نکنم که نزد پروردگارتان مقدس بوده باشد و باعث بلندی درجات شما گردد و برای شما از مصرف طلا و نقره و از مبارزه با دشمنتان که شما آنان را گردن بزنید و آنان شما را گردن بزنند بهتر باشد؟ گفتند: بله ای رسول خدا. فرمود: این عمل ذکر و یاد خداوند متعال است. و زمانی که مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا، همانا احکام شریعت اسلام بر من زیاد شده است و از آن چیزی را برایم معرفی کن که همیشه به آن چنگ بزنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: همیشه زبانت را به یاد الله مرتوب نگه بدار. در واقع یاد و ذکر خداوند متعال عبادت بزرگ و آسانی است که انجام دادن آن نیازمند جهد و تلاش نمی باشد. فضیلت و پاداش آن بزرگتر از شمارش و حسابگیری است. آنچه که در باره بیان فضیلت و بزرگی منزلت آن وارد شده، حدیثی است که ابی سعید خدری رضی الله عنه می گوید: حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه بر حلقه‌ای که در مسجد نشسته بودند وارد شد و گفت: چه باعث شده که چنین نشسته اید؟ گفتند: نشسته ایم تا خداوند متعال را یاد کنیم. فرمود: شما را سوگند به الله که برای یاد خداوند نشسته اید. گفتند: سوگند به الله جز به این هدف ننشسته ایم. معاویه رضی الله عنه گفت: از روی بدبینی شما را سوگند ندادم و در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نیست که کمتر از من از آن بزرگوار حدیث روایت کرده باشد. باری رسول خدا صلی الله علیه و سلم به میان گروهی از یارانش رفت که گرد هم آمده بودند و فرمود: چه چیز موجب نشستن شما شده است؟ گفتند: نشسته ایم و الله را یاد می کنیم و او را می ستاییم که ما را به سوی اسلام رهنمون شد و چنین بر ما منت نهاد. فرمود: شما را به الله سوگند که فقط همین امر موجب نشستن شما شده است. پاسخ دادند:
فقط همین امر موجب نشستن ما شده است. فرمود: من شما را از روی بدبینی سوگند ندادم، بلکه جبریل نزدم آمد و به من خبر داد که الله سبحانه و تعالی نزد ملائکه ها به شما مباهات و افتخار می کند. و ذکر خداوند باعث زندگی قلب می شود و محبوب ترین سخن نزد الله سبحانه و تعالی می باشد. طوری که از ابی موسی رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: مثال کسی که پروردگار خود را یاد می کند و کسی که پروردگار خود را یاد نمی کند مانند دو انسان زنده و مرده است. و در لفظ مسلم روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: مثال خانه‌ای که در آن یاد خداوند صورت می‌گیرد و خانه‌ای که در آن یاد خداوند صورت نمی‌گیرد مانند دو انسان زنده و مرده است. و از ابی ذر رضی الله عنه روایت است که روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم از او عیادت کرد، پس گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا، چه سخنی نزد خداوند محبوب تر است؟ فرمود: آن سخنی که خداوند متعال برای فرشتگان خود برگزیده محبوب ترین سخن نزد اوست و آن عبارت است از سبحان ربی و بحمده، سبحان ربی و بحمده، یعنی منزه و پاک است پروردگارم، تنها ستایش مر او را است، منزه و پاک است پروردگارم، تنها ستایش او را میگویم. سمره بن جندب رضی الله عنه میگوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود محبوب ترین سخن نزد خداوند خداوند متعال چهار کلمه است. آنها عبارتند از سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر، یعنی منزه و پاک است الله و ستایش مخصوص ذات خداست و نیست معبودی بر حق جز الله و خداوند بزرگ است. با هر کلام آن آغاز کنی برایت مشکلی نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود گوشه گزینان سبقت گرفتند، یعنی مسابقه را بردند. فرمودند: ای رسول خدا، گوشه گزینان چه کسانی اند؟ فرمود: مردان و زنانی که الله را فراوان یاد می کنند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت معاذ رضی الله عنه توصیه نمود تا خدا را بسیار یاد کند، چنانچه روزی به او فرمود: ای معاذ، سوگند به الله من تو را دوست می دارم. حضرت معاذ رضی الله عنه گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا، سوگند به الله من تو را دوست می دارم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای معاذ، توصیه می کنم هیچگاه گفتن اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ترجمه: بار خدایا مرا به ذکر خود، شکر و سپاسگزاری از نعمات خود و انجام عبادت درست خود یاری و همکاری کن. این کلمات را هیچگاه ترک و فراموش نکن. براسته ذکر خداوند متعال عبادتی است که همیشه و در همه حالات همراه بنده مسلمان می باشد و مسلمان مأمور است تا آن را در هر حالت و هر وقت و بر هر شکل ادا کند. چنانچه خداوند متعال می فرماید: براستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های آشکاری برای خردمندان است، کسانی که الله را در حال ایستاده و نشسته و بر پهلوی خیش آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند: پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده ای، منزه تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه بدار. پس همه زندگی مسلمان در عبادت، در اعمال و کردارش ذکر و یاد خداوند است. چون نماز او ذکر است، طوری که خداوند متعال می فرماید: و نماز را برای یاد من برپا بدار. و در آیت دیگری می فرماید: و نماز را برپا دار، یقینا نماز انسان را از زشتی ها و منکر باز می دارد. و البته یاد الله بزرگتر است و الله آنچه را انجام می دهید می داند. یعنی ادای نماز دو هدف اساسی دارد: نخست آن نماز انسان را از زشتی ها و منکر باز می دارد، دوم آن همانا نماز یاد و ذکر خداوند است و هدف دومی آن که عبارت از یاد و ذکر خداوند است بزرگتر و عظیمتر می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بسیاری از اذکار را مشروع نموده که باید مسلمان بر آنها حریص و مشتاق باشد. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم شب را صبح می کرد این دعا را می خواند: اللهم بك اصبحنا و بك امسينا و بك نحيا و بك نموت و الیک النشور. ترجمه: بار الها
به امر تو صبح کردیم و شام نمودیم و به امر تو زندگی کرده و میمیریم و بازگشت همه به سوی توست. و چون شب فرا می رسید می فرمود اللهم بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. بار الها به تو به امر تو شام نمودیم و به امر تو زندگی کرده و میمیریم و بازگشت به سوی تو است. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که هنگام صبح بگوید اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد و لک الشکر. بار خدایا نعمتی که به من با آن صبح کردم یا کسی دیگری از مخلوقات تو با چنین نعمتی صبح نموده است تنها از سوی تو می باشد، تو را شریکی نیست، تو را ستایش، تو را شکر و سپاس، حق شکر آن روز را ادا نموده است. و کسی که در شب نیز چنین بگوید در واقع شکر آن شب را نیز ادا نموده است. پس چقدر زیبا می شود اینکه اگر انسان روز خود را با یاد خداوند آغاز کند و با یاد خداوند ختم نماید و در میان آغاز و انجام روز نیز همیشه بر یاد و ذکر خداوند متعال بوده باشد. همچنین از کار دیگری نیز است که هنگام بیرون شدن از خانه و هنگام وارد شدن در آن گفته می شود. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که هنگام خارج شدن از خانه اش بگوید به نام الله، بر الله توکل کردم و هیچ قدرت و توانایی جز از طرف او نیست، با او گفته می شود برای تو کافی است هدایت و کفایت و محافظت شده ای و شیطان از او فاصله می گیرد. و از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که گفت هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانه من بیرون می شد به طرف آسمان می نگریست و می فرمود بار خدایا از گمراه شدن یا گمراه کردن، لغزیدن یا لغزاندن، از ستم کردن یا ستم دیدن و از تجاهل به تو پناه می برم. و برخی از کاری که هنگامی داخل شدن به خانه گفته می شود پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقت مردی وارد خانه خود شد باید بگوید بار خدایا من از تو بهترین ورودگاه و بهترین خروجگاه را می خواهم و به نام خداوند داخل شدیم و به نام خداوند خارج شدیم و بر الله که پروردگار ما است توکل نمودیم. سپس به اهل خود سلام بگوید. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید آیا یکی از شما نمی تواند در هر روز 1000 نیکی کسب کند؟ پس یکی از همنشینانش از او پرسید چگونه یکی از ما می تواند در هر روز 1000 نیکی کسب کند؟ فرمود 100 بار تسبیح بگوید برایش 1000 نیکی نوشته می شود یا از او 1000 بدی و اشتباه کم کرده می شود. همچنین از کار دیگری است که هنگام غذا خوردن یا آب نوشیدن گفته می شود، همچون بسم الله گفتن در آغاز آن و الحمدلله گفتن در پایان آن. از عمر ابن ابی سلمه روایت است که گفت من کودکی در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم و هنگام غذا خوردن از نزدیک خودم نمی خوردم و دستم را به هر سوی ظرف غذا می بردم. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم برایم گفت ای پسر بسم الله بگو با دست راستت از نزدیک خودت بخور. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت غذا می خورد در پایان می فرمود ستایش مخصوص ذات خدایی که ما را غذا و آب داد و ما را از زمره مسلمانان گردانید. همچنین پیامبر علیه السلام برای ما یاد و ذکر خداوند که هنگام وارد شدن به بازار گفته می شود را نیز تشریح نموده و پاداش بزرگ آن را بیان کرده است، طوری که می فرماید کسی که هنگام وارد شدن به بازار چنین بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير برایش 1000 نیکی نوشته می شود و 1000 بدی اش محو می گردد و در بهشت برایش خانه ای ساخته می شود. همچنین مسلمان وقتی چیزی را می بیند که خوشش می آید باید ما شاء الله لا قوت الا بالله بگوید. خداوند متعال می فرماید چرا هنگامی که به باغ خیش وارد شدی نگفتی ماشاءالله نیرو و قوت جز از ناحیه الله نیست؟ همچنین باید هنگام دیدنی کسانی که به مشکلات دچار هستند باید مخفیانه ستایش خداوند را بگوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که وقتی مصیبت دیده ای را دید بگوید ستایش مخصوص ذات خدایی که مرا از این مصیبت نجات داده و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری داده است، از این مصیبت در امان می ماند هر آنچه که باشد.
همچنین مسلمان هنگام مشکلات و پروردگار خود پناه میبرد. خداوند متعال میفرماید و ذنون یعنی یونس را بیاد آور، هنگامی که خشمگین از میان قومش رفت، پس چنین پنداشت که ما هرگیز بر او تنگ نمیگیریم. پس وقتی که در شکم ماهی فرو رفت، در تاریکه ها ندا داد که پروردگارا هیچ معبودی بر حق جز تو نیست، تو منزه، بیگمان من از ستمکارانم. پس دعای او را اجابت کردیم و از اندوه نجاتش دادیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام مشکلات چنین می فرمود: نیست معبودی جز الله، الله بزرگ و بردبار، نیست معبودی جز الله که پروردگاری آسمان ها و زمین و پروردگاری عرش بزرگ است. این شماری از کاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما طریقه گذاشته است. کسی که بر این از کار مداومت کند، از غفلت و گمراهی هدایت می شود و نجات می یابد و از شر شیطان محفوظ می ماند. خداوند متعال می فرماید: الله بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش متشابه همانند یکدیگر و مکرر است که از شنیدن آن پوست های کسانی که از پروردگارشان می ترسند بلرزه می آید. آنگاه پوست هایشان و دل هایشان با یاد الله نرم می شود، نرم و آرام می گیرد. این هدایت الله است که هر کس را بخواهد با آن هدایت می کند و هر کس را که گمراه سازد، پس برای او هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود. و در آیت دیگری می فرماید: و پروردگارت را در دل خود با تضرع و بیم نبا صدای بلند، در صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش. همچنین می فرماید: و هر کسی از یاد الله رحمان غافل و روی گردان شود، برای او شیطان برمی گماریم، پس همواره آن شیطان قرین و همنشین او می باشد. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهند که نیست معبودی بر حق جز الله واحد و لا شریک، و گواهی می دهند که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او و بر همه کسانی که تا به روز قیامت از آنها به صورت درست پیروی کردند درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. برادران مسلمان، یاد و ذکر خداوند متعال نزد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم منهج زندگیشان بود و آن را به صورت عملی تطبیق می کردند. پس مجتمع آنان آباد با مراقبت خداوند و دور از تجاوز و ستم بود. امری که در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چنین بود. چون وقت حضرت عمر ابن خطاب را به حیث قاضی تعیین نمود، مدت یک سال کامل نزد حضرت عمر هیچ کسی برای دادخواهی نیامد. و در آن هنگام حضرت عمر از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواست تا او را از منصب قضا معاف نماید. پس فرمود: ای عمر، آیا از سختی و مشقت قضا خواستار استعفا شده ای؟ حضرت عمر رضی الله عنه فرمود: نه خیر ای خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی چون مسلمانان به من نیازی ندارند، چون همهشان حقوق و وجایب خود را میشناسند، پس بیشتر از حق خود نمیخواهند و در ادای وجایبشان کوتاهی و تقصیر نمیکنند. همه آنها آنچه را به برادر خود دوست می‌دارند که به خود دوست می‌دارند. وقت یکی آنها غایب شود، دیگران به سراغش می‌برایند و اگر بیمار شود، همه به عیادتش می‌روند و هرگاه فقیر و نیازمند شود، کمک و مساعدتش می‌کنند. اگر دچار مصیبتی شود، تعزیه‌اش می‌گویند و در کنارش قرار می‌گیرند. دینشان نصیحت است، اخلاقشان امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. پس چرا برای چی خصومت و اختلاف نمایند؟ همانا اگر ذکر و یاد خداوند متعال در قلب بنده مسلمان مستقر شود و با زبانش تکرار کند و اعضای بدنش تطبیق نماید، نفس او مستقیم می شود، رضا و خوشنودی خداوند را کسب می کند و خداوند در رزق و روزیش برکت می دهد، غم و اندوهش از بین می رود، در آرامش و مهربانی زندگی می کند. بار خدایا ما را بر ذکر و شکر و عبادت درست خود یاری کن و کشور عزیز ما مصر را حفظ نما. مصر و همه کشورهای جهان را آرام، امنیت، مترقی و متقدم بگردان.